همراه شما هستیم در توییتر، دوست هم هستیم در فیسبوک. برنامه های ما را در یوتیوب دنبال کنید. صدای ما را در ساوند کلاود بشنوید. آدرس تلگرام ما میهن تیوی وان، رادیو تلویزیون میهن. فرکانس جدید ماهواره یوتلسات 7A7B at 7 degree east، ترانسپاندر A1، فریکونسی 10721 مگاهرتز، پولاریتی هوریزنتال، سیمبل ریت 22000، FEC 34. با درود، فردای دوم اسفند با شما خواهم بود تا درباره جشنواره و مواضع آقای شهاب حسینی صحبت کنم. اما مهمتر و بسیار مهمتر از اون، دوم اسفند هست که روز تعیین کننده سرنوشت مردمان ایران خواهد بود. این دوم اسفند شبه رفراندومی است که مشارکت شما و یا عدم مشارکتتون تعیین کننده است برای کسانی که سیاست و اقتصاد و سیاست اقتصادی جهان رو به دست گرفتن و اعمال میکنند. پس از 40 سال، یک سالی هست که متوجه شدند که دیگه مردمان ممکن است این نظام رو نخواهند، علی‌رغم اینکه مسلمان هستند. من از بالای گود لنگش کن نخواهم گفت، مطمئن باشید، اما به عنوان یک فرد از افراد ایرانی به خودم حق میدم پیشنهادی کنم که به ذهن کمتوان من رسیده، و اون خالی گذاشتن خیابان‌ها در این روز دوم اسفند بسیار متفاوت. کسی نیست تقریبا که تحریم نکرده باشه انتخابات رو. همگان تقریبا مخالف رأی دادن هستند، بیرون و داخل ایران، جز کمی از مردمان ایران که قربانیان یا جیره‌خواران این روش نکبت 40 ساله بوده و هستند و همواره مایلند این نظام ادامه پیدا کنه. بنابراین آقای خامنه‌ای و یارانش توانایی دارند که جمعی رو به خیابون بیارند برای سیاهی لشکر، اما هنوز اون جمعی رو که به عنوان جیره خوار داشتند و میتونند به خیابون بیارن، اون اندازه‌ای نخواهد بود که این شبه رفراندوم به سود دوام نکبت اسلامی بر شما مردمان ایران تمام بشه. یعنی چی؟ یعنی تحریم جای خود، اما تحریم فعال در این مقطع، در این دوم اسفند، به گمان من فقط میتونه خالی نگه داشتن یا خالی گذاشتن خیابان‌های ایران باشه. این یعنی فعال، این یعنی تحریم فعال، یعنی اون روز کسی به هیچ بهانه‌ای بیرون نیاد. به هر بهانه‌ای بیرون آمدن از خانه به معنای تأیید نظام و مشروعیت بخشیدن به نظام هست و پیروزی نظام در این شبه رفراندوم. آقای خامنه‌ای و یارانش خوب میدونن که جمعیت که به خیابون بیاد، کسی نمیدونه که رأی داده نداده، میده به کی رأی میده، رأی سفید میده، فحش بده، توهین کنه، هیچ کدوم اینها نقشی نداره در این یک شنبه دوم اسفند. آقای خامنه‌ای به دروغ میگه جوانها باید بیان جلو. خب شما باید کنار برید آقای خامنه‌ای تا جوانها بتونن بیان جلو با حضور شما و آقای جنتی یار قارتون، که ممکن نیست رخصتی برای جوانان بسیار بسیار آگاه و توانمند و با شعور و با تجربه باشه. جایی برای اونها نمیذارید. شما میترسید، وحشت دارید از جوانگرایی واقعی. جوانهای مرید خودتون رو مرادشونید شما، به خیابون میارید، منظورتون اونهاست، دوست دارید اونها انتخاب بشن. خب
شما اگر موفق شدید که مردم رو به هر دلیل گول بزنید، بترسونید، مردم به دلیل مهر شناسنامه و ارزانتر گرفتن خاربار یا ارزاق و هر نوع تهدید دیگه‌ای که توانستید این 40 ساله به کار گرفتید و دستتون رو و باز شده، اگر بتونید مردم رو به خیابون‌های ایران بیارید، برنده خواهید بود. و همینجا بگم که حضور حد اکثری که شما به مردم میگید بیایید با حضور حد اکثری مشت محکمی بر دهان امپریالیسم یا آمریکا بزنین، حضور حد اکثری سیاهی لشکرهای شما خوشحال کننده آقای ترامپ و سیاست‌های انواع ترامپ، مطمئن باشید اینو، چون میخوام بدونن که شما هنوز سیاهی لشکر دارید. ظاهر امر با جنگ زرگری شما و همتای همسوی شما آقای ترامپ مردم رو گمراه میکنید، تحلیلگران رو حتی گمراه کردید. هنوز کسی توجه نکرده درست به این که شما و آقای ترامپ بسیار همسلیقه و همسو هستید. قدرت نمایی میکنید که آقای ترامپ روش اون طرف میکنه و عکس‌العملی نشون نمیده که شما مصرف داخلی این کارها رو ازش استفاده کنید و کردید. تعیین کننده اگر مردم ایران هستند و این مردم هنوز به هر دلیل خیابانها رو شلوغ میکنند و میان کنجکاوی میکنند یا میان رأی میدن میگن ما رأی ندادیم، صندوقها اونچه که باید نتیجه بده خواهد داد، شما که تجربه دارید. بنابراین پرهیز کنید، یک روز به اصطلاح معروف دندان به جگر بگذارید و آینده خودتون حتی و فرزندان و نسلهای بعد رو تغییر بدید، از این نکبت اسلامی رهایشون کنید. این شما و این میدان دوم اسفند. امیدوارم شما مردمان پیروز این شبه رفراندوم باشید با خیابانهای خلوت. تا فردای دوم اسفند تاریخی، بدرود با شما. رادیو